سلام به شما دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال خودتون دکتر سلامت در یوتیوب خیلی خوش اومدید. کدام حشرات در خانه باعث بیمار شدن ما میشوند و چگونه میتوان با بیماری های ناشی از آنها مواجه شد؟ مورد اول، گال یا آفت پنهان. هنگامی که کرم گال وارد پوست بدن می شود، باعث مشکلات پوستی می شود. این کرم ها توسط استفاده مشترک از حوله، ملافه و اشیاء دیگر از یک پوست به پوست دیگر منتقل می شود. و اما درمان گال. تا چندین هفته بعد از وارد شدن کرم ها به پوست، خارش پوست و زخم های شدید باقی می مانند. خارش بسیار شدید است و معمولا در شب بدتر می شود. به طور معمول، در دو طرف انگشتان، مچ، بازوها، اندام تن سولی و باستان دیده می شود. فوراً به پزشک مراجعه کنید و تمام لباس ها، حوله ها و ملافه ها را با آب گرم بشویید. مورد دوم، ساس رخت خواب. این حشره در رخت خواب پنهان می شود. این حشره غالباً در اتاق های خواب هتل ها یافت می شود و می تواند به خانه شما وارد شود. گزش ساس رخت خواب. گزش ساس باعث خارش و قرمزی پوست می شود. معمولا ساس ها بازوها و شانه ها را نیش می زنند. ممکن است خارش شدید منجر به عفونت پوستی گردد. اگر شما دارای پوست حساسی هستید، در صورت گزش ساس فوراً به پزشک مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با کارشناسان مبارزه با حشرات تماس گرفته و خانه خود را از حشرات پاک کنید. مورد سوم، پشه. پشه ها حشراتی نیستند که فقط در دوربین منزل اذیت کنند، بلکه در داخل خانه هم می توانند وجود داشته باشند. نیش پشه می تواند باعث عفونی شدن پوست گردد. برای جلوگیری از نیش زدن پشه از حشره کش ها استفاده کنید و هنگامی که بیرون از منزل می روید لباس مناسب بپوشید. مورد چهارم، مگس. مگس حشره‌ای کثیف می باشد. مگس بیشتر از 1,000,000 باکتری را در بدن خود حمل می کند. اگر مگس ها روی مواد غذایی بنشینند می توانند عفونت های روده ای را موجب گردند. برای دور کردن مگس ها، غذاها و زباله ها را در ظروف بسته بندی شده نگهداری کنید. مورد پنجم، سوسک. سوسک ها انتقال دهنده که بیماری های نظیر سالمونلا، اسهال خونی و حصبه می باشند. مدفوع سوسک می تواند منجر به بروز واکنش های آلرژیک و آستم گردد. اگر شما در آب و هوای گرم زندگی می کنید، خلاص شدن از دست سوسک ها کار بسیار مشکلی می باشد. سوراخ های دیوار را پر کنید، ظروف مواد غذایی را پر از آب کنید و از آفت کش ها استفاده کنید تا از سوسک ها در امان بمانید. مورد ششم، مگس های بلاند فورد. این مگس ها داره یه بدنی ریز و نیشی بزرگ هستند. در تابستان این مگس ها باعث مشکلات زیادی با نیش دردناک خود خواهند شد. جسته این مگس ها 2 تا 3 میلیمتر است. داره یه نیش سیاه رنگی هستند که خون را میمکد و میتواند مشکلات جدی را به وجود آورد. این مگس ها تمایل به پرواز کردن 0.5 متر بالای زمین دارند. بنابراین اکثر مردم گرفتار این مگس ها میباشند. مورد هفتم، نیش افعی. حشره نیست اما نادر و خطرناک است. از طریق بوته ها، درختان کوچکی که زیر گیاه بزرگتری می روید دیده می شود. گزش اینها که به نام افعی خوانده می شوند نادر است. در برخی مواقع گزش اینها باعث حساسیت های آلرژیک می شود و پوست سیاه می شود و نیاز به درمان فوری پزشک دارد. گزش افعی ها ندرتا به مرگ می انجامد اما بسیار دردناک می باشد. مورد هشتم، بید و حشرات هزار پا. این حشرات نیش نمیزنند اما موهای ریز این حشرات باعث آسم شدید و واکنش های آلرژیک می شود. این موها می تواند توسط باد و در ماه خرداد منتقل شود. علائم شامل پوستی ناخوشایند، گلو درد، مشکلات تنفسی و یا سوزش چشم می باشد. ممنونم از این که ما رو همراهی کردید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما اون رو لایک کنید و اگر ما رو تا حالا دنبال نکردید با زدن دکمه سابسکرایب از این به بعد ما رو دنبال کنید.